نام و یاد خدا آرام بخش دل هاست. سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که امروز در بزرگترین مرکز برگزاری کلاس آنلاین کلاسی نو در استدیو موزیکال در خدمتون هستم. امیدوار هستم که کلاس امروز کلاس بسیار مفید براتون باشه. به هر حال اسم این کلاس تست و نکته هست و قرار هست کمک بکنه برای آزمون بزرگی که قرار هست شما اون آزمون رو بدین و برگزار بکنید. امیدوار هستم کلاس امروز بهتون کمک بکنه. به هر حال دو ساعت کلاس قطعا نمیشه همه چیز رو گفت، ولی قول بهتون میدم نکاتی که امروز بهتون میگم کلی بهتون کمک بکنه و شما رو کاملا راه بندازه، حالا تا جایی که در توانم باشه. من قبل از اینکه بیام، بعضی از بچه‌ها توی صفحه اینستاگرام هم توی دایرکت سوال میکردن که امروز میخوای سوالا رو برسونی؟ بله میخوام برسونم، یعنی دقیقا خود سوالهایی که تو آزمون میاد. خیر، ولی خب به هر صورت هر چند تا سوالی که بتونیم با هم کار بکنیم مطمئن باش در نهایت بهتون کمک خواهد کرد. خب اگه موافق باشین سریع بریم سراغ کلاس. بعضن میگن قد شده چی میگم بچه‌تون؟ آها این بچه خودشون قد میشن. بله من خیلی خوبم، خیلی خوبم، خدا رو شکر. کلاس ها از کی شروع میشه؟ به من گفتن خیلی زود قرار هست کلاس ها استارت بخوره. دوستان من قبل از اینکه کلاس امروز رو شروع بکنم، چون کلاس امروز اقتصاد هست و اقتصاد درس تک کتاب اما گمراه کننده برای خیلی از بچه ها، خودمون میتونیم بخونیم. ببین بچه ها، حقیقتش اینه که کلاس های اقتصاد، درس اقتصاد، کتاب اقتصاد کلن توی کنکور شما درس تک کتاب هست. 15 تا سوال تو کنکور ازش میاد که این 15 تا سوال یه چیزی بین 5 تا 7 تا سوال مسئله است و مسائل اقتصاد همون چالشی هست که خیلی از شماها درگیر و گرفتارش خواهید بود. امروز من قطعاً در مورد مسائل دید شما را قطعاً عوض خواهم کرد و سعی میکنم شما را با مسائل آشناتر کنم. از اون چیزایی هست مسائل اقتصاد که خیلی بچه ها رو دوچار چالش میکنه و من اینو پارسال زمانی که کلاس های بچه های کلاسی نو رو برگزار میکردم جلسه اول یه قول بهشون دادم، امروز هم میخوام اون قول رو بدم که من تعهد میکنم اقتصاد با اختلاف درس اولتون خواهد بود. و زمانی که بچه های من پارسال کنکور دادن سیل تماس ها و پیغام هاشون منو شگفت زده کرد. به هر صورت خیلی ممنونم از شما که امروز در کلاس من حضور دارین. برای ساعت 9 شب تا 11 شب ببینیم چطور میشه. حالا من خیلی دوست دارم حرف بزنم، ولی خب موضوع وقتمون خیلی کم هست، یه مقدارم کوچولو دیر شروع کردیم. به هر صورت سلام علیکم دوستان. من در مورد مسائل یه توضیح کوتاه خدمتتون بدم. مسائل ببین، مثلا سوال اقتصاد 15 تا بیشتر نبود، اما به خاطر حجم و قیافه سوال ها و اندازه سوال ها به یک فرمی، یک شکلیه که تقریبا فکر میکنم 7 صفحه دفترچه شما رو اشغال میکنه. هر یه سوال اقتصاد اینقدره، الف داره، ب داره، جیم داره، دال داره، واو داره، ه داره. به همین خاطر به جرئت میگم پرحجم ترین سوال ها سوال های اقتصاد هست که امروز فرصت بکنیم. من یه خورده بیشتر امروز فقط رو مسائل با شما کار میکنم. اگر فرصت بشه روی مفاهیمم راهنماییتون میکنم که چجوری کار کنید و چجوری یاد بگیرید. امروز سعی میکنم بیشتر رو مسائل باشم و مسائل رو، این دید شما نسبت به مسائل رو تغییر بدم و سعی کنم که مسائل به شما به خوبی یاد بدم. تا جایی که وقت داریم دیگه، کلا مطمئنا تو این یکی دو ساعت خیلی هم نمیتونیم حجم بریم، ببینیم چطور میشه. خیلی خب بچه‌ها به من اجازه بدین. میدونید که بچه‌ها بیشترین مسائل اقتصاد در بخش یک هست، حالا فصل 2، فصل 3 و فصل 4 خصوصا در بخش یک بسیاری از مسائل اونجا هست. حالا من این سری از مسائل رو انتخاب کردم، بعضیاشو من تصمیم ندارم امروز خیلی جزئیات بهتون توضیح بدم، سعی می‌کنم سریع روش حل رو بهتون آموزش بدم. انشاءالله با شروع کلاس هامون من قول به شما میدم که تمام مباحث رو اول بهتون یاد بدم، بعد اگه لازم بشه روش های میانبر، روش های کوتاه، روش های خاص رو هم بهتون آموزش خواهم داد. اما امروز
تو بخش اول چند تا اصطلاح رو میخوام بچه ها به شما معرفی کنم. شاید این اصطلاحاتی که الان معرفی میکنم تو حل سوال هایی که امروز داریم کمک زیادی به ما نکنه، اما باید بیس رو بلد باشیم، باید زمینه رو بلد باشیم تا بتونیم اصل قضیه رو پسش بر بیاییم. خب بچه ها به من اجازه بدید من اول در مورد تولید ناخالص صحبت بکنم. اصطلاحی به نام تولید ناخالص. شما کلمه ناخالص رو زیاد شاید شنیده باشین توی کتابتون، تو سوالها یا جاهای مختلف. تعریف کتاب گمراه کننده است. من خیلی راحت در مورد تولید ناخالص میخوام با شما صحبت کنم. بچه ها به انگشتان دست من نگاه کنید. از این به بعد هر وقت کلمه ناخالص رو به شما گفتم انگشتاتون رو به این شکل بکنید. تولید ناخالص مجموع کالاها و خدمات، کالاها و خدمات، کالا و خدمات، جمع این دوتا به ما چی رو میده؟ ناخالص. کالاها و خدمات. چرا این دوتا؟ چرا دوتا رو داریم با همدیگه میگیم؟ چون کالا و خدمات این همان، این همان، فقط از اسمی با هم فرق میکنن. چرا؟ کالا مثل چی؟ مثل ساعت. من بهش احتیاج دارم، براشم پول میدم. بهش احتیاج دارم، براشم پول میدم. خدمات مثل تاکسی، بهش احتیاج دارم، براشم پول میدم. بهش احتیاج دارم، براش پول میدم. پس کالا و خدمات این همه. و از این به بعد در درس اقتصاد همیشه این دوتا رو با هم عنوان کنید، یعنی اصلا هم جدا نیستن و از همین الان تا انتهای اقتصاد کالا و خدمات دوتایشون با هم دیگه هست. با ما خیلی مخلصیم. کالا و خدمات دوتایشون با هم هست. حالا جمع کالا و خدمات تو هر سوالی اومد چی میشه؟ میشه ناخالص. اما خالص چیه؟ تولید ناخالص رو گفتم، جمع کالا و خدمات. اما تولید خالص چی هست؟ فرمول نیا کن. ناخالص منهای استهلاک میشه تولید خالص. ناخالص منهای استهلاک میشه تولید خالص. خیلی خوب بچه ها، استهلاک به چه معناست؟ استهلاک به معنای فرسایش. شما زمانی که با ماشینتون تو خیابون رانندگی میکنین، لاستیک هاش بعد از مدتی دچار فرسایش میشه و شما باید لاستیک رو عوض بکنید. این فرسایش لاستیک رو بهش میگن استهلاک. پول میدی لاستیک میخری، بهش میگن هزینه استهلاک. پول میدی لاستیک میخری، بهش میگن هزینه استهلاک. حالا تو همه تولیدات، کارخونه ها، کارگاه ها، تولید کالا، تولید خدمات، تو همه شون استهلاک وجود داره. اون راننده تاکسی ماشینش استهلاک داره، درسته؟ پس استهلاک هر وقت از ناخالص کم بشه پاسخ میشه چی؟ میشه خالص. خیلی خوب بریم یه خود جلوتر. تولید داخلی و تولید ملی. بچه ها من خواهش میکنم، چون امروز کلاس فشرده هست، من میدونم خیلی از اینها رو بچه ها حفظن، خیلی هم این بچه مدرسه نمیدونن چی هست. من سعی میکنم اشاره همه رو بکنم، در زمان خودش همه رو با جزئیات توضیح بدم. امروز کلی مسئله بچه ها با هم میخوایم حل بکنیم. دقت بفرمایید. تولید داخلی، کلمه داخلی اومده، دو سیلاب، تولید داخلی، تولید داخلی، تولید کالاها و خدماتی که داخلی، داخل مرزهای کشور به وجود میاد. دقت کنید، تولید داخلی، تولید یعنی کالاها و خدماتی که داخلی، داخل مرزهای جغرافیای کشور تولید میشه رو میگن تولید داخلی. داخل ایران، داخل مرزهای کشور میشه تولید داخلی. ببینید ارزش کلیه کالاها و خدماتی که در داخل مرزهای جغرافی کشور در یک سال تولید میشود. حالا بهتون میگم شامل کیاس. بچه ها شما خودتون بگین کلمه داخلی اومده، جواب بده داخل ایران کیا هستند؟ داخل ایران کیا هستند؟ من و شما. من و شما کی هستیم؟ مردم داخل کشور. من و شما مردم داخل کشور، درسته؟ و کیا دیگه تو ایران هستن غیر از من و شما که داخل کشور هستیم؟ خارجی های مقیم، خارجی های مقیم کشور هم هستن، درسته؟ مثل کی بچه ها؟ مثل مهندسین روس که در نیروگاه اتمی بوشه کار میکنن، میکردن، نمیدونم چه دارن میکنن دقیقا الان، یا مهندسین چینی که در مترو تهران کار میکنند، اونها میشن چی؟ یا اون صیادهای چینی که اومدن تو خلیج فارس جارو میکنن ماهی ها رو، اونها میشن خارجی های مقیم
مقیم کشور. بازم میتونم براتون مثال بزنم، مثل مثلا یه بازیکن خارجی فردام دربی هست، بعد نیست یادی کنیم از استقلال و پرسپولیس. یکی از بازیکنای پرسپولیس که تا رفت بکنم بشار رسند، اون کی بود بچه‌ها؟ خارجی مقیم ایران، خارجی بود، عراقی بود ولی داخل ایران بود. یا شیخ دیاباته استقلال، خارجی مقیم ایران. پس بچه‌ها ما هر وقت میگیم تولید داخلی میشه کل مردمی که داخل کشور هستند، درسته؟ یعنی من و شما که مردم داخل کشور هستیم و خارجی های مقیم، مردم داخل کشور و خارجی های مقیم. اما تولید ملی، تولید ملی، تولید یعنی ارزش پولی کالاها و خدماتی که ملی، ملیت یک کشوری رو دارند، ملیت یک کشوری دارند، شناسنامه اون کشور رو دارند. در مورد ایران بچه‌ها بیاییم ملی چه صحبت کنیم. تولید ملی ایران شامل کیاست؟ بازم من و شما، چون ماها نه تنها داخل کشور هستیم، ملیت ایران رو هم داریم. من و شما میشیم جزء تولید ملی ایران. اما دیگه کیا هستن که ملیت ما رو دارن اما تو خاک ما نیستن؟ مردم کشور که در خارجند، عموی تو، دایی تو، پسر خالت، دختر خالت که خارج کشور هستن، فعالیت های اونها در کشوری که مقیم هستن چون شناسنامه ایران دارن، پس تولید ملی ایران محسوب میشه. پس مردم، گوش لطفا، ارزش کلی کالاها و خدماتی که توسط مردم یک کشور یا یک ملت منظورشه در طول یک سال تولید میشود، یکی مردم ساکن در داخل کشور یعنی من و شما، یکی هم مردمی که مقیم خارج از کشور هستن. مثلا مثل چی بچه ها؟ بیاییم با هم یه چیزی رو مرور کنیم. من از شما میپرسم، شما پاسخ بدید. مثلا میخوام فعالیت یک مهندس آلمانی رو در ایران بررسی کنیم و فعالیت یک پزشک ایرانی در فرانسه رو میخواییم بررسی کنیم، ببینیم که هر کدوم از اینها داخلی و ملی کجا هستن، داخلی و ملی کجا هستن. خب بچه ها کمکم کنید لطفا. البته من الان چت های شما رو دارم میبینم. قربونت متین جان عزیز، این شما فداتون بشم، شما لطف دارید. خب آها، بعضی از بچه‌ها دارن جواب میدن. بچه‌ها بهم بگید ببینم یک مهندس آلمانی تو ایران فعالیتش داخلی کجا محسوب میشه؟ جواب بده سری بهم. همه مسائل روش میانبر هم داره. من چرا بوری خود پایین؟ آها آها، دارن بچه ها جواب میدن، همین جوری هم میزنن، آلمان میزنن آمان و غیره، مهم نیست. فعالیت یک مهندس آلمانی در ایران چون داخل ایرانه، داخل مرزهای ایران هست، پس داخلی ایران محسوب میشه. اما چون طرف کجایی، شناسنامه کجا رو داره؟ آلمان، پس ملی آلمان محسوب میشه. حالا یک پزشک ایرانی که تو فرانسه است، گوش کن، پزشک ایرانی، شناسنامه ایرانی، ساکن کجا؟ فرانسه. جواب بده داخلی کجاست بچه ها؟ بگین باریکلا، داخلی فرانسه است چون داخل مرزهای فرانسه است. اما چون این پزشک ایرانیه، ملی کجا؟ شناسنامه‌اش مال کجاست؟ ملی ایران محسوب می شود. خیلی خوب بچه ها، پس ما فهمیدیم که هر آدمی میتونه یک تولید داخلی داشته باشه، یک تولید ملی. مثلا من بهشتی، داخلی کجا؟ ایران. ملی کجا؟ ایران، چون کلا کجام؟ ایرانم. درسته بچه ها؟ خیلی خوب، امیدوارم تولید داخلی و تولید ملی رو خیلی خوب فهمیده باشید. اگر فهمیدین این دو تا رو هم بگم بریم مسئله حل کنیم، لذت ببریم. خب بچه ها در مورد همین قضیه یه خود اصطلاح اومدن پیچیده تر کردن، نه پیچیده ها، یه کوچولو بامزش کردن، ناخالص ملی و ناخالص داخلی. آقا جان شما الان دیگه هم ناخالص رو میشناسی، هم ملی رو میشناسی، هم داخلی رو میشناسی. ببین ناخالص ملی یا همون GNP ارزش پولیه کلیه، آقا مگه ناخالص نیست؟ کالاها،
کلیه کالاها و خدمات نهایی که میشه ناخالص دیگه، که اعضای یک ملت میشه ملی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات یعنی ناخالص نهایی، که اعضای یک ملت یعنی چی؟ یعنی ملی میشه ناخالص ملی. اینو ببین لطفاً ناخالص این پایینیه بچه داخلیه، من اشتباه نوشتم اینجا، این داخلی هست، اشتباه تایپیه. نگاه کنید لطفاً ناخالص داخلی، اینو قشنگ خط خطیش کنم یه وقتی گمراهتون نکنه، ناخالص داخلی ارزش پولی کلیه چی؟ ناخالص کالاها و خدماتی که دی داخلی اومده اوج بچه‌ها، یعنی چی؟ یعنی در داخل مرزهای جغرافیای کشور در یک سال تولید شده است، درسته؟ پس ناخالص ملی کالاها و خدماتی که ارزش پولی کلی کالاها و خدماتی که توسط اعضای یک ملت در یک سال تهیه میشه، و ناخالص داخلی ارزش پولی تمام کالاها و خدمات نهایی که در محدوده جغرافیای کشور. حالا هیچ جای دنیا ناخالص ملی و داخلی رو با زبان فارسی که نمیگن، همه جای دنیا علامت اختصاری داره، GNP و GDP، GNP و GDP. دنبال ریشه کلمش نیستیم، اما بچه هایی که ممکنه 1% قاطی بکنن یادتون باشه بچه ها G و P تو هر دو مشترکه، فرقشون تو این حرف وسطشون هست. اونهایی که زبان انگلیسیشون بد نیست، خوبه، میدونن که N اول نشنال هست و نشنال به معنای ملی هست، درسته؟ نشنال به معنای ملی. اونهایی که زبان انگلیسیشون زیاد خوب نیست، در واقع زبان پینگلیش یا فینگلیش SMS که میدین، کلمه داخلی، دی اول داخلی، دی اول داخلی، بله. پس بچه متوجه شدین که GNP و GDP همون ناخالص ملی و ناخالص داخلی است. چون میخوام مسئله حل کنم، تو رو خدا بچه منو ببخشین دارم خیلی تون تون حرف میزنم، به خدا اینقدر سرعت منم زیاد نیست، چون میخوام تو کمترین زمان بیشترین نکته رو امروز به شما بگم، به همین خاطر دوست دارم هر چی میتونم سریعتر. قول میدم همه اینها رو تو کلاس های درسیمون از اول ریز و جزئیات با قدرت همه رو با هم یاد بگیریم و عبور بکنیم. دقت بفرمایید بچه ها، چون میخوام مسئله حل کنم از شما یه خواهش میکنم، دقیقاً 1 دقیقه فقط حواس رو من بده، فقط 1 دقیقه. ناخالص ملی، ملی اومده درسته بچه ها، کلمه ملی وقتی میاد شامل کیاست به هم بگین؟ مردم کشور، چه اونهایی که ساکن داخل کشور هستن، چه چی شد؟ دستم خورد به یه چیزی. چه اونهایی که داخل کشور هستن، چه اونهایی که خارج از کشور هستن، یعنی ایرانی های داخل و ایرانی های خارج، یا مردم داخل کشور و مردم خارج کشور، هر کسی که ملیت این کشور داشته باشه اصطلاحا بهش میگن. یه خورده من دستم تون میره روی اینها، باید اینجوری بریم بالا. خب خوبه، ناخالص ملی میشه شامل همه اونهایی که ملیت این کشور دارن، چه مردم داخل چه مردم کشور که مقیم خارج هم، مثل پسر عمو دختر عمو و عمو داخله و این داستانهای شما. اما ناخالص داخلی، داخلی داخلی داخل مرزهای کشور کیا بودن؟ بازم من و شما، یعنی مردم داخل کشور و خارجیان مقیم کشور، مثل آقای شیخ دیاباته ها، مثل بشار رسن و امثال هم، درسته؟ خیلی خوب، الان من مطمئن هستم استقلالی ها و پرسپولیسی های تیفوسی دل تو دلشون نیست برای بازی فردا، امیدوارم که یک بازی خیلی خوب رو شاهد باشیم. فعلا بهتره اعتراف نکنم طرفدار چه تیمی هستم، طرفدار هر تیمی هستم، برای تیم مقابل هم آرزوی موفقیت میکنم. خب امیدوارم اینها رو یاد گرفته باشیم بچه‌ها، چون میخوایم با هم مسئله حل کنیم. بیاینو امروز حال من گرفته نشه، از همون اولین مسئله با هم بتره کنیم، باشه؟ یه لحظه من چت رو ببینم، من اینجا میتونم تکونش بدم؟ با موسم نمیتونم، موسمون کجاست؟ خب شما خودتون به این آخر، آه دیدمش موسم بسیم کار میکنه اصلا الان. او این که این داره تکون میده، دو طرف میتونه نه خواهش میکنم بفهم، بریم تست. بچه ها دارم پیش بینی میکنم من طرفدار چه تیمی هستم، شیطونا نه اینجا داری تو موس حرکت کنی،
پریا جان دانش آموز پارسال هم هستی؟ میگه شما پارسال هم نگفتین طرفدار چه تیمی هستین. آها این موس رو اونه، این رو اینه. خب خوبه، همونم اوکیه. الان ببین این هرچه بالا تبله اینجا میاد، درسته؟ آها آها اینجوری. تارو میخوایم ریشه هاشو پیدا کنیم. بچه ها به من کمک کنید. شما دیگه الان حفظید. ناخالص ملی، ملی شامل کیاست؟ بگو بشنوم. ملی شامل کیاست؟ ملی بگو. مردم داخل کشور و ملی مردم کشور که در خارجن، درسته؟ خیلی خوب. اما ناخالص داخلی هم ریشهشو به هم بگو. کلمه داخلی اومده، شما جواب بدین بچه ها. ناخالص داخلی، گوش کنید بچه ها، داخلی شامل کیا بود؟ بازم من و شما، یعنی مردم داخل کشور. و کیا دیگه داخل کشور هستند؟ خارجی های مقیم. خیلی خوب بچه ها، من یه خواهش از شما میکنم، یه بار کوچولو گوش کن. گفتم که هر وقت سوال ها با این تیپ اومد همیشه با این روش حل میشه. ناخالص ملی رو داریم، ناخالص داخلی هم داریم، پس ریشه این دو کلمه رو پیدا میکنیم. ناخالص ملی ریشهش کلمه ملی اومده. من و شما کیا بودیم؟ من و شما مردم داخل کشور. دیگه کیا ملی بودن؟ مردم کشور که در خارجن. گفتم عمو و خاله و دایی شماها. اما ناخالص داخلی ریشش چیاست؟ کلمه داخلی اومده، یعنی مردم داخل کشور. و کیا دیگه داخل کشور هستن بچه ها؟ خارجی های مقیم کشور، مثل فوتبالیست های شاغل در ایران، مثل مهندسین خارجی در ایران و و و و. حالا هر چی داریم و میذاریم سر جاش. نگاه کن لطفاً، ناخالص ملی رو داریم، چقدر بگو؟ 655. مردم داخل کشور رو نداریم، میشه x به اضافه مردم کشور که در خارجند، در خارج اقامت دارند، چقدره؟ 45. پس x مساوی است با 655 منهای 45. بچه پاسخ چقدر میشه؟ پاسخ میشه 610، درسته؟ 610. بچه این 610 چیه؟ مردم داخل کشور هستش، یعنی ما مردم داخل رو به دست آوردیم، شد 610. خیلی خوب، تا اینجا اوکیه؟ حالا که فهمیدین 610 مردم داخل کشور هستن، بریم سراغ پایینیه. ناخالص داخلی، خب نگاه کن لطفا. ناخالص داخلی رو بچه داریم چنده؟ 650، درسته؟ 650. مردم داخل کشور رو اینجا به دست آورده بودیم، 610. از ما چی خواسته بود؟ خارجی های مقیم خواسته بود. پس x مساوی است با 650، این میره اونور، علامتش عوض میشه، منهای 610. پاسخ شد 40 و پاسخ گزینه 3. و تست کنکور سراسری سال 98 رو به همین راحتی شما میتونید پاسخ بدید. من یه لحظه برم کنار، شما نگاه کنیم این داستان از چه قرار هست. خب چطا بازه؟ بله، گل به ثمر رسوندیم، اونم از گله ناب. عالی شماها. این یکی از بچه ها فکر کنم مشکلت پاییز پیدا کرده، نه برگاش ریخته. بچه ها ما برگ دارن.
خب بچه ها به همین راحتی تست کنکور سراسری سال 98 من دوباره تکرار میکنم. بهشتی امروز اومدی سواله آزمون رو برسونی؟ بله اومدم برسونم. آیا میخوای با این اعداد نه خیر مشابهش رو حل میکنیم؟ یاد بگیرید دیگه، یاد بگیرید انشاءالله 100 میلیون. بچه اگه سواله امروز کمک کرد و خدا به خودی که از بچه ها اون 100 میلیون جایزه رو برد، نصف نصف اگه موافق هستید. مضاف بر اون که بله تو کلاس خودمون امسال مفاهیم رو هم میگیم، شما عالی هستین عزیزم. خب بچه‌ها اینو فهمیدین کامل؟ اگر نیاز به توضیح داری یه بار یه سری توضیح بدم ها. اوکیه اوکیه، بهترین شما این، عالی بود، نه حل خیلی خوب. نه 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 عزیزم، نیلوفر جان نگران نباش، تقریبا ما یه سوال حل کردیم، خیلی راحت باشه. فاطمه جان قربت برم، یه کمی رفتید تو ضریب دانشگاهی، حالا خودت میدونی. خیلی خوب، حالا که اینو فهمیدین بچه ها، میخوایی من یه دو دقیقه میخوایی بچه گل بعدی رو شما ها بزنید؟ گل بعدی رو شما بزنید دیگه ها؟ بله تو آزمون 26 اقتصاد هم هست، اصلا اقتصاد از همین الان خیلی راحت بشه فاطمه جان. بریم گل بعدی رو بچه ها میخوام بزنن. چه کردم؟ خب تست کنکور 98 اون قبلیه داخل کشور، این خارج کشور، اینم گله بچه ها. نگاش کن و حلش کن، یک دقیقه فرصت بهت میدم. شاید باورتون نشه ولی بچه ها دارن حل میکنن. ببین کلن الان چتا خصوصیه درسته؟ بله. نمیشه گروهش کرد درسته؟ پس یه از نگهش دارم گفتم. خب خیلی از بچه ها به جواب رسیدن، همینجوری جواب داری بیشتر میشه. حیفم میاد این لحظات رو از دست ندم. بچه ها چون گل زدین امروز، من میخوام چتا یه لحظه باز بشه ببینین چند نفر تونستن پاسخ درست رو به دست بیارن. یک دو سه بگید بچه ها. آها باریکلا باریکلا. آره اونو که قبلا گفتین دوباره بگید. بچه ها که قبلا گفتید باز بگید جوابو. آها ماشاءالله، آفرین آفرین. آخه یه نفرتون لامصب با اشتباه بگین حداقل. خیلی هم عالی، خیالم رو راحت کردین، همینجوری هنوز پیغام میره ماشاءالله. باریکالله باریکالله باریکالله. بیایم حل کنیم که حال کنیم، حلش کنیم که حال کنیم. تست کنکور سراسری سال 98 بچه ها و گل محسوب میشه، از ما خارجیان مقیم کشور رو خواسته. بریم نگاه کنیم، هر وقت سوال این تیپی اومد گفتیم اول ریشه کلمات رو بچه ها پیدا میکنیم. ریشه کلمات چیا بود؟ چیا رو از ما میخواد؟ اول اونایی که من میخوام خودم مینویسم. من میخوام ریشه ناخالص ملی و ریشه ناخالص داخلی رو به دست بیارم. ناخالص ملی بچه ها شامل کیا بود؟ ملی میشه مردم داخل کشور، دیگه کیا هستند؟ مردم کشور که مقیم خارجند. دیگه ناخالص داخلی بازم من و شما، مردم داخل داخل کشور. و دیگه کیا؟ خارجی های
مقیم، درسته؟ خیلی خوب، بیاییم بچه ها حلش کنیم. ناخالص ملی رو داریم، 255 مساویس با مردم داخل رو نداریم، اما مردم کشور که در خارجن چقدره؟ 15. خیلی خوب، x مساویس با 255 منهای 15 مساویس با 240. این 240 چیه بچه ها؟ این 240 مردمه داخل کشور هستن. خیلی خوب نگاه کنین لطفاً، بریم سراغ ناخالص داخلی. داریم چقدره؟ 250 مساویس با مردم داخل رو به دست آورده بودیم، 240 به اضافه اینو نداریم و میخواد از ما x. پس x مساویس با 250 منهای 240 مساویس با 10 و پاسخ گزینه 1 و تست کنکور سراسری سال 98 خارج از کشور رو به همین راحتی تونستین پاسخ بدید. اقتصاد همین هست، اقتصاد فقط کافیه یاد بگیرید تا مثل آب خوردن پاسخ بدید و این نقطه قوت شما نسبت به بقیه بچه ها خواهد بود. عزیزم میگه ادمینی که عاشق گل بود نیست. نه اون ادمین اون نیستش که عاشق گل بود. خیلی خوب بچه، حالا که فهمیدین چی به چی هست خیال من راحت شد. دو تا گل زدیم، باور کن اگه فوتبال فردا هم دو تا گل همون اول زده بشه چقدر بازی قشنگ میشه. ما همون اول دو تا گل زدیم، حالا با خیال راحت میریم سراغ یک مبحث جدید. سرعت یه خود بالا، چون میخوام نکات بیشتری بهتون بگم که بتونم با کمک اونها برای آزمون 26 هم کمکی بهتون بشه و هم تست و نکته قشنگی رو با هم داشته باشیم. خب لطفا به مطالب دقت کنید بچه ها، خوب دقت کنید لطفا. آقا جان دو تا فرمول، استهلاک رو چجوری حساب میکنن؟ قیمت کالا تقسیم بر عمر مفید کالا، قیمت کالا تقسیم بر عمر مفید کالا. مثلا به طور مثال من این کتو خریدم، مثلا خریدم 100,000 تومان، اوکی من این کتو خریدم 100,000 تومان، دو سالم عمر میکنه، دو سال هم عمر میکنه. نگاه کن استهلاک این کت چقدره؟ 100,000 تومان تقسیم بر دو سال میشه 50,000 تومان، یعنی این سالی 50,000 تومان استهلاک داریم. فکر کنم حواست تو نبود عزیزم، یک بار دیگه خوب گوش کن. استهلاک فرمولش این هست، هر وقت خواستین استهلاک هر چیزی رو دست بیارید، اصلا راه بیفتین تو خونه برین استهلاک هر چیزی رو بررسی کنیم. به بس مامان اینو چند خریدی؟ مثلا میگه این قیمت خریدم. میگه خب چند سالی عمر میکنه؟ ما میگم 5 سالی عمر کنه. سریع محاسبه کن استهلاک میشه اینقدر. چجوری؟ قیمت اون کالاه تقسیم بر عمر مفید کالا رو بهش میگن استهلاک. اوکی حالا یه چیز دیگه هم بچه ما داریم، درآمد خالص سالانه. درآمد خالص سالانه، همه کارخونه ها، کارگاه ها، تولیدی ها وقتی میخوان تولید بکنند اول تولید میکنند، میفروشند، یه پولی میاد دستشون. اینهاش درآمدزایی سالانه. درآمدزایی چیه؟ اون پولی که بابت فروش کالاها و خدماتشون میگیرن میشه درآمدزایی سالیانه. اما ما گفتیم همه تولیدی ها چی دارن؟ استهلاک دارن و چون استهلاک دارن باید کم بشه دیگه. طرف پول کارمند داده، طرف پول تجهیزات داده، عوض کردن قطعات داده، استهلاک رو باید کم بکنه، هرچی تش بمونه واسهش میشه درآمد خالص سالانه. پس هر وقت خواستیم درآمد خالص سالانه یک کارخونه، یک کارگاه، یک تولیدی رو محاسبه کنیم، هرچی پول گرفته بابت فروش کالاهاش، هرچی پول گرفته بابت فروش کالاهاش که میگن درآمدزایی سالانه رو منهای استهلاک بکنیم خالصش به دست میاد. این دوتا رو به خاطر بسپار، میخواییم با هم مسئله بچه ها حل کنیم. بریم. خب تست کنکور سال 94 داخل کشور، بچه ها به سوال دقت کنید لطفا. شاید باورت نشه ولی بچه ها دارن مرتب چیز میکنن، دارن مرتب در مورد فوتبال به هم میگن.
خب بچه دقت کنید لطفا، با توجه به مندرجات جدول زیر با فرض اینکه عمر مفید ماشین آلات 20 سال باشد، در این صورت میزان هزینه بچه هستیزم خدمتون بگم، من الان دارم خیلی خلاصه بهتون میگم و خیلی از مطلبتون نمیگم، خیلی از فصلات همینجوری هم ازش گذرا، فقط در حد اینکه بتونیم مسائل رو حل بکنیم، ریز و جزئیاتش باشه تو کلاسامون دیگه. الان ما کلا 2 ساعت فرصت داشتیم که میخوایم هر چقدر میتونیم با هم مسائل کار بکنیم. گوش کن، با توجه به مندرجات جدول و با فرض اینکه عمر مفید ماشین آلات 20 سال باشد، بچه ها عمر رو گفت چقدر؟ 20 سال باشد. در این صورت اولا الف میزان استهلاک رو خواسته، ب درآمد خالص سالیانه رو خواسته. اوکی خب نگاه کن، خود سوال گفته خرید ماشین آلات 160 میلیون تومان و میزان درآمدزایی سالیانه 40 میلیون تومان، درسته؟ نگاه کنید لطفا یه خورده بریم بالا. آقا اینه فقط به خاطر چون میخوام از سفر برم بالاتر، این 20 سال به خاطر بسپارید، 20 سال عمر این دستگاه ها رو به خاطر بسپارید، 20 سال عمر دستگاه هاست، درسته؟ خب الف از ما چی خواسته بود؟ استهلاک. به درآمد خالص سالیانه. می نویسم اینجا الف از ما میزان استهلاک رو خواسته و به درآمد خالص رو خواسته. خب فرمولهاشو بنویسیم. استهلاک گفتیم قیمت دستگاه تقسیم بر عمر مفید دستگاه، درسته؟ قیمت تقسیم بر عمر مفید، این فرمول استهلاک بود. فرمول درآمد خالص چیه؟ فرمول درآمد خالص چیه بچه ها؟ گفتیم درآمدزایی سالیانه منهای استهلاک، درسته؟ خب بریم حلش کنیم بچه ها، بریم حلش کنیم. گوش کن، این داده های سوال گفته قیمت دستگاه ها، آقا مشخصه دیگه ماشین آلت همون دستگاه هاست، چقدر خریده؟ 160 میلیون. آقا هر وقت خواست استهلاک رو حساب بکنه، استهلاک چی رو باید حساب کنیم؟ استهلاک مال چی هاست؟ مال دستگاه هاست، مال ماشین آلاته. پس استهلاک ماشین آلات، ماشین آلات چقدر خریده بودنش؟ 160 میلیون خریده بودند. 160 میلیون تقسیم بر عمر مفید چقدره؟ 20. جواب چقدر میشه؟ آقا 20 و 160 ساده میشه، این میشه 1، این میشه 80، درسته؟ پس میشه ببخشید 8، عذرخواهی میکنم، میشه 8. پاسخ میشه 8 میلیون. آقا قسمت الف به دست اومد، 8 میلیون. این چنده؟ 8 میلیون میتونه باشه. این چنده؟ 8 میلیون میتونه باشه. این چنده؟ 7 میلیون. قطعاً این گزینه نیست. اینم که 7 میلیون. قطعاً اینم نیست. خیلی خوب. بریم سراغ قسمت ب. قسمت ب گفته درآمد خالص رو خواسته. درآمدزایی سالیانه رو خود سوال گفته چقدره؟ 40 میلیون. منهای استهلاک رو بچه‌ها به دست آوردیم خودمون اینجا. استهلاک رو به دست آوردیم چقدره؟ 8 میلیون. پاسخ 40 منهای 8 چقدر میشه بچه ها؟ 32 میلیون. این چنده؟ 23 نیست، این چنده؟ 32. پاسخ گزینه 2 و تست کنکور سال 94 رو با همین شکل به راحتی تونستیم پاسخ بدیم. من یه لحظه وای میسم کنار. او دارم الان نگاه میکنم بچه ها ماشاءالله همه جواب رو بهم گفتن اینجا. بهزاد جان قربونت برم، اینا چیه چیه؟ اینجا کلاس اقتصاده عزیزم. کتابم بهتون میگم. خب بچه ها یاد گرفتین اینو؟ عالی خودتونین. بهزاد جان قربونت برم، دیر اومدی سر کلاس الان یا بودی از اون اولش؟ حسین خدا خفت کنه. تصویر گیر میکنه به خاطر سرعت اینترنت دخترم، من معذرت میخوام ازتون. باز براشون یه چیز دیگه هم اضافه کردیم با یه کیفیت دیگه هم بتونم بریم. مثل اینکه اونهایی که گیر میکنن با کیفیت بهتر هم یک امکانی براتون فراهم شده. همین الان فراهم شد. خیلی خوب.
میدونم عزیزم. یکی از بچه‌ها میگه صفر زیاد باشه نمیتونم محاسبه کنم. بهتون دقیقاً بعدا میگم با صفر چیکار کنید. خیلی خوب بچه‌ها، یاد گرفتین اینو؟ من مجبورم دوباره توضیح ندم، اما خیلی دلم میخواد که تست بعدی، یا خدا گل بچه‌ها، تست کنکور سال 98 و گل. من سکوت میکنم، این شما، اینم تست کنکور سال 98. حل کن و بتره کن. حفظ یادم تو کلاس بهتون میگم. مهم نیست تو مان ریالش، مهم نیست بچه ها، همونی که خواسته ریال حلش کن فقط. دمت گرم. ببین همزمان با من بابک فلا چیز صادات هم کلاس داره. صادات یکی از بچه ها بکنم چطاشو داره اینجا میگه حد در مورد حد صحبت میکنم. کلاس همزمان میبینم حواسش نداره با کی چت. فاطمه ثابت عزیز دلم سر کلاس من در مورد حد و میخواد همزمان هم رشته انسانی هم رشته تجربی شرکت کنه. باورتون نمیشه بچه ها به جواب رسیدن. تست کنکور سراسری سال 98 وقت نداریم، باید بریم حلش کنیم. رضا بهرامی شاخوشونه کشید میگه من چشمی حلش میکنم. اینجوری هست خانما، کم نیارید از آقایون. کیفیت رو میگه اله قربونت برم. فهمیدم، ببخشید، من معذرت میخوام. من بگم منظورت حد و پیوستگیه. حد چی بود؟ خب HD نوشته بود، نمیدونم چه حد. خب آقا یه لحظه چت رو باز کن. بچه ها یک دو سه گفتم جواب به هم بگیم، باشه؟ یک دو سه جواب رو بگیم بچه ها. ماشالله کلا اسمی غلط هم داریم ولی اشکالی نداره، بگین. آها کارتون درسته. باریکلا با خیال راحت بریم حلش کنیم. اولا که بچه ها عمر دستگاه رو گفته 25 سال تو ذهنت بمونه، چون میخوام این قسمت بدم بالا. 25 سال تو ذهنت بمونه. تست کنکور حل میکنن که لذت میبرن. چی از ما خواسته؟ اولا الف استهلاک رو خواسته، الف استهلاک رو خواسته و قسمت ب خالص سالیانه رو خواسته. بریم ببینیم. الف میزان استهلاک و ب درآمد خالص رو خواسته. فرمولاشو بنویسیم. قیمت کالا تقسیم بر عمر مفید کالا، درآمد خالص. بچه ها درآمدزایی سالیانه منهای استهلاک. خب ببینیم چجوری میتونیم بچه ها حلش کنیم. خب بچه ها نگاه کنید لطفا، برای محاسبه استهلاک قیمت ماشین ها چقدر بچه ها؟ 300 میلیونه. عمر چقدر؟ 25 سال. فکر کنم میشه 12. آره میشه 12 میلیون. باور نداری خود محاسبش کن. شد 12 میلیون. 30 میلیون تقسیم بر 25 میشه 12 میلیون. اوکی خب بریم سراغ این. درآمد خالص گفتیم، درآمدزایی سالیانه چقدر بچه ها؟ 80 میلیون. منهای استهلاک چقدر به دست آوردیم بچه اینه هاش؟ 12 میلیون. پاسخ چقدر میشه؟ بله 68 میلیون. قلمم رفت. خب بچه استهلاک 12 میلیون، ولش کن، اینم ولش کن. 12 68 12 86 12 68. پاسخ گزینه 2 تست کنکور سراسری سال 98 به همین راحتی
پاسخ داده میشه. بعضی از بچه‌ها سوال میکنن روش میانبر، همه این سوال‌ها روش‌های کوتاه، میانبر و غیره داره. ولی حقیقت رو بهتون بگم بچه‌ها، من ویدیوهای زیادی رو از همکارانم دیدم که بعضی موقع این سوالا رو میخوان حل بکنن، هی میگن این روش کوتاه. ببین بچه‌ها، همه سوال‌ها روش کوتاه داره، اما روش کوتاهی به درد نمیخوره که تو همه سوال‌های این تیپی پاسخ بده. پس من اول اصولش رو یاد میدم، هر جا لازم شد روش میانبر. این که به عنوان حالا یک تم تبلیغاتی میگن این روش میانبر، آیا تو همه سوالا جواب میده؟ مطمئن باشین تا آخر سال هر روشی وجود داشته باشه حتما بهتون آموزش خواهم داد. خیلی خوب سلط قربونت بهزاد جان. خب بچه ها بریم. این من اصطلاح سلطانو از کلاسینویا دارم، خیلی برام جالبه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روز من خطاب سلطان خطاب بشم. الان یه حس عجیبی دارم، حس می‌کنم یه تاجی بالا سرم هست، یه سلطان خاصی شدم. سلطان سلیمان و اینا افتادم. خیلی خوب، بریم سراغ مبحث سال پایه. خب دوستان، سال پایه چی هست؟ بله میون باید بیاسه اینا بچه همشون گنگ چه؟ اینا همشون رفش میانبر هست. اصلا خودش رفش میانبره. آخه چیزی که مثلا در عرض دو تا دونه فرمول کوچولو حل میشه، دیگه میانبرتر بعضی بچه‌ها همین چشمی حل میکنن. بگذاریم. سال پایه در مورد قیمت جاری و قیمت ثابت، ما الان یک ساعت فرصت داریم و یه سری مطالبی که میخوام بیشتر بهتون بگم. من فکر میکنم حالا چون بچه‌ها من امروز سوال در مورد قیمت جاری قیمت ثابت نمیخوام بگم و فقط میخوام بدونید که این سوالی که من الان میخوام بگم اصلا کلا در چه رابطه ای هست. در رابطه با مبحث سال پای است. خب در مورد قیمت جاری قیمت ثابت، من فقط تیتروار خدمتتون عرض میکنم که این بالا یه ولش کن. قیمت جاری میزان تولید کل کشور در یک سال با تورم، و قیمت ثابت قیمت میزان تولید کشور بدون تورم. این اصطلاحات باید همینجوری یاد بگیر، خیلی هم باش کاری نداشته باش. میخوام برای اولین بار با وجود اینکه اصلا دلچسبم نیست، بدون اینکه درس بدم سوال با هم حل بکنیم. چون اصلا مبحث بچه که پارسال با من بودن، مبحث سال پایه خودش یک داستان و پروسه‌ای داره. مثال میذارم، توضیح میدم که قشنگ سال پایه بفهمی که پس فردا توی اخبار تلویزیون در مورد سال پایه صحبت میکنه، در مورد قیمت جاری و قیمت ثابت صحبت میکنه، شما اظهار نظر علمی بکنید. اما چون امروز وقت نداریم، فقط میخوام مسائلش رو حل کنم که لذتش رو هم بچشین. خیلی خوب. نه عزیزم، نمیشه قیمت جاری و ثابت، من خیلی مشکل دارم. همه رو تو کلاس بهتون درس میدم، ریز و جزئیات. امروز تست و نکته است. اوکی بریم. خب تست کنکور سال 91. من فقط میخوام به شما یاد بدم که این گونه سوالها چجوری حل میشه. فقط میخوام روش حل این گونه سوال ها رو به شما یاد بدم که این آب خوردن اینو بتونید یاد بگیرید. آفرین. خب بعضی از بچه دارن حلش میکنن. سوال نیا کنید بچه ها، میگه تولید کل کشوری در 3 سال متوالی به ترتیب 1500، 1700 و 1875 هزار میلیارد ریال است. با انتخاب سال اول به عنوان سال پایه، تولید کل در 3 سال مورد نظر بر حسب قیمت‌های سال پایه به ترتیب 1500، 1650 و 1710 تغییر کرده است. بر اساس این محاسبات به ترتیب از راست به چپ، کدام عدد مربوط به تورم است؟ در سال دوم سوم افزایش مقدار تولید در سال دوم سوم چقدره؟ و افزایش قیمت ها در سال دوم سوم. ببین بچه ها، من گفتم خدمتون هیچ توضیحی من در مورد سال پایه، قیمت جاری، قیمت ثابت و غیره به شما نگفتم. فقط میخوام این گونه سوال ها رو تیپ حل کردنش یاد بگیرید. حالا به موقعش تو کلاس هایی که با هم دیگه خواهیم داشت از اینجا بعد حتما مفصل علمی بهتون یاد میدم، کامل یاد خواهید گرفت. خب بچه ها نگاه کنید لطفا. من چون نمیخوام اونجاها رو از دست بدم، همین گوشه یه جوری مینویسمش. نگاه کنید لطفا. آقا در سوال های این تیپی، این قیافه ای، 3 تا عدد معمولا تو خط اوله. اینهاش، این 3 تا عدد تو خط اوله.
سه تا عدد معمولا یه خط پایین تر یا دو خط پایین تر، اینهاش، این سه تا عدد، درسته؟ کاری که میکنیم این هست، همیشه برای حل این گونه سوال ها مینویسی یک دو سه. سه تا عددی که تو خط اول هست زیر اینها بنویسین. سال اول 1500، سال دوم 1700، سال سوم 1875. درسته؟ سه تا عدد یه خط پایین تر هست زیرش می نویسیم. اینهاش 1500، 1650، 1710. تا اینجا اوکی؟ اینا نوشتیم یک دو سه، یعنی سال اول، سال دوم، سال سوم. سه تا عدد تو خط اول بود، نوشتیم زیرش. سه تا عدد یه خط پایین تر بود، نوشتیم زیرش. میگم خودم حس خوبی ندارم که میخوام اینجوری توضیح بدم. من معمولا عادت دارم ریز و جزئیات توضیح میدم، علمیشو یاد میگیری، وقت راحت پاسخ میدی. ولی فعلا برای این گونه سوال ها دوست دارم روش سریع یاد بگیری که اگه سوال مشابه اومد پاسخ بدی. سال اول، سال دوم، سال سوم، 1500، 1700، 1875، بعدش 1650، 1710. خب اولا که اون سالی که این سال اول بالا پایینش یکی هست بهش میگن سال پایه، کاری باش نداشته باشیم فعلا، بلش کن. اینجا نیا کن، افزایش مقدار تولید در سال دوم و سوم رو خواسته، افزایش قیمت، افزایش قیمت در سال دوم و سوم رو خواسته، و این اولیه تورم در سال دوم و سوم خواسته. نکته اول، تست کنکور سال 91 هستا. نکته اول بچه ها، تورم همون افزایش قیمت است. افزایش قیمت و تورم هر دویش یکیه. تورم همون افزایش قیمت است. تورم همون افزایش قیمت است. درسته؟ پس قسمت الف و جیم یکیه. الف و جیم یکیه جواباش. این تا اینجای کار. قسمت ب، افزایش تولید سال دوم و سوم. افزایش تولید سال دوم و سوم. خب من اینجا مجبورم یه خود پانتومیم بازی کنم بچه ها. نه سخت نیست عزیزم، میخوام یه خود پانتومیم بازی کنم بچه ها. به دستم نیا کنید لطفا، گوش کنید. از این به بعد هر وقت تو سوالهای سال پایه این تیپ، سه تیپ سوال داره بچه ها، سه تیپ سوال داره، من یه تیپ بشه به شما گفتم، یه تیپ دیگه هم تو آزمونتون میاد، هم این میاد هم یه تیپ دیگه شو. خب گوش کنید لطفا، هر وقت این تیپی اومد این کاری که میگم رو انجام بدید. هر وقت از شما تورم یا افزایش قیمت رو خواست، بالا منهای پایین، بالا منهای پایین، بالا منهای پایین، تورم، افزایش قیمت، بالا منهای، گوش دفترت بنویس، بالا منهای پایین، افزایش قیمت یا تورم، بالا منهای پایین. هر وقت از شما افزایش تولید رو خواست، تولید، خط بالا رو ول کن، خط پایین منهای سال اول، خط بالا رو ول کن، خط پایین منهای سال اول، نگاه کن، نگاه کن لطفا. میخوام الان تورم یا افزایش قیمت که الف و جیم یکی هست و میخوایم به دست بیاریم. گفتیم برای تورم یا افزایش قیمت بالا منهای پایین در چه سالهایی خواسته؟ دوم و سوم. در سال دوم بالا منهای پایین تورم، در سال سوم بالا منهای پایین تورم، بالا منهای پایین تورم، بالا منهای پایین تورم. بچه ها به هم جواب بدین، نگاه کن، 1700 منهای 1650 پاسخ میشه 50، درسته؟ سال سوم بچه ها 1875 منهای 1710 پاسخ چقدر میشه بچه ها؟ میشه 165. 165. پس پاسخ 50 و 165، 50 و 165، 50 و 165. بالا رو منهای پایین کردیم، سال دوم، سال سوم، نگاه کن، 50 و 165، قسمت الف و قسمت جیم، 50 165، 50 165 میتونه باشه، 50 165، 50 165 میتونه باشه، 165-50 قطعا نیست، 165-50 قطعا نیست. پاسخ یا یک هست یا سه، یا یک هست یا سه، یا یک هست یا
سه قبوله؟ خب حالا نگاه کنیم بچه ها، قسمت ب افزایش تولید. گفتیم برای افزایش تولید خط بالا رو ول کن، خط پایین من های سال اول نگاه کن. افزایش تولید در سال دوم خاصه و سال سوم، گفتیم خط بالا رو ول کن، خط پایین من های سال اول این، و برای سال سوم هم این، من های سال اول. پس برای افزایش تولید سال دوم 1650 منهای 1500، سال سوم 1710 منهای 1500. پاسخ این چقدره؟ 150. پاسخ این چقدره بچه ها؟ 210. 150 210 150 210 210 150 پاسخ قطعا گزینه یک خواهد بود. قطعا پاسخ گزینه یک خواهد بود. یک کوچولو برای اون بچه هایی که شاید خیلی خوب این قسمت نفهمیدن، حتی فهمیدین همتون آسونه، اما یه بار دیگه بچه براتون سر اینجا می نویسم که خواستین عروش عکس بگیرید، از این به بعد هر وقت به شما چیزی رو گفتم به این شکل می نویسین سال اول، سال دوم، سال سوم، یا همون یک دو سه، فرقی نمی کنه. خب سه تا عدد اینجا به شما میدن، مثلا این عدد، این عدد، این عدد تو خط اول بوده، سه تا عدد یه خط پایین تر بوده، زیرش مینویسیم سال اول، سال دوم، سال سوم. همیشه برای محاسبه افزایش قیمت یا تورم بالا منهای پایین، تورم رو نشون میده بالا منهای پایین، تورم یا افزایش قیمت رو نشون میده، و خط پایین منهای سال اول افزایش تولید رو نشون میده. خط پایین منهای سال اول افزایش تولید رو نشون میده. پس بالا منهای پایین تورم یا افزایش قیمت، خط پایین منهای سال اول میشه افزایش تولید. خیلی خوب. خب بچه هم اگه اینو فهمیدین بریم سراغ حل سوالای دیگه باشه. این زنگش کار میکنه؟ اه چه حیف. خب بچه ها میخواییم بریم سراغ آره عزیزم متن کتاب امسال درس میدیم. عالی خودتی عزیزم. خب بچه ها از این عکس بگیرید، تو رو خود یاد گرفته باشین ها. ببین اینجا رو، سال اول، دوم، سوم، زیرش این، 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 بالا منهای پایین تورم، خط پایین منهای سال اول، تولید. خیلی خوب، بس واسه دیگه. بریم 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 تست کنکور سال 96 حلش کن و حالش رو ببر لطفا. فقط دقیقه کنید چی خواسته. اولا که اینها سه تا عدد اینجاست، درسته؟ سه تا عدد هم اینجاست، زیر هم بنویسی. اول تولید خواسته الفش، بعد افزایش قیمت، بعد تورم. پس باید ب و جیم یکی باشه، اینا با هم مساوی هستن. برو حلش کن ببینم. ممنونم عزیزم، شما لطف دارین. عاشق این اصطلاحاتتونم، نه حرف داری نه حریف. خب شاید باورتون نشه اما خیلی به جواب رسیدن. پس اینجا بنویسمش سریع. سال اول، دوم، سوم، 3000، 4250 و 6740. سه هزار،
خودش هست. خب بریم بچه ها. بچه ها حل کردن. عاشقتونم. یعنی من اینجا تو کلاس نو اصطلاحات جدید بچه یاد میگیرم. خب گفته تولید کل کشور، کشوری در 3 سال متوالی به ترتیب 3,4250 و 6,740 میباشد. با انتخاب سال اول به عنوان سال پایه تولید کل در 3 سال مورد نظر بر حسب قیمت های سال پایه به ترتیب 3,3860 و 6,320. اصلا بچه که یاد میگن دیگه بقیهش نمیخونن، این ستا رو میذارن، اون ستا رو زیرش میذارن، تموم میشه. چی ها خواسته؟ تولید سال دوم و سوم، افزایش قیمت دوم و سوم و تورم دوم و سوم. به اوجیم یکیه. نگاه کن، من اومدم اعداد زیر هم نوشتم. بچه سوال اینجوری بود، گوش کن. میزان تولید کل در طی 3 سال متوالی، سال اول، دوم، سوم، به ترتیب 3,4250 و 6,740 میباشد. با انتخاب سال اول به عنوان سال پایه میزان تولید کل به این شکل تغییر میکند، میشه 3,3860 و 6,320. الف، افزایش تولید خواسته، افزایش تولید خواسته در سال دوم و سوم. بچه ها تولید چجوری بود؟ خط بالا رو بلش کن، خط پایین منهای سال اول، این مال سال دوم، اینم مال سال سوم. یعنی 3,860 منهای 3,000 میشه 860، 6